به نام خداوند بخشنده مهربان. در سرای اسراء و معراج ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در کتاب کریم خود چنین می‌فرماید: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ترجمه: پاک و منزه است ذاتی که بندش را شبی از مسجد حرام به مسجد اقصا که گرداگردش را برکت داده ایم برد تا برخی از آیات خود را به او بنماییم. بیگمان اوست که شنوای بیناست و گواهی می دهم بر این که جز الله واحد ولا شریک معبود بر حق وجود ندارد و گواهی می دهم که سرور و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوندی است. ای خدایا بر او درود، رحمت، سلامتی و برکات خیش را نازل فرما و همچنان بر آل و یاران و پیروان او تا به روز رستاخیز نیز رحمت نما. اما بعد، بدون شک سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم سفری با اسرار بزرگی بود، چون آن یگانه سفر در تاریخ بشریت می باشد که پس از سالهای درازی نصیب آخرین پیامبر گردید که در جریان این سالها او و یارانش مشکلات و سختی های بیشماری را تجربه کردند. پس از آن که در سال دهم بعثت عموی خود ابی طالب و همسر هوشمند و مهربان خود حضرت خدیجه رضی الله عنها را از دست داد که آنها او را همکاری و هنگام سختی و مشکلات از او پشتیبانی میکردند، و پس از سفر غم‌انگیز طائف اندوه و سختی های پیامبر صلی الله علیه و سلم افزایش یافت، چون این رحلت در زندگی او صلی الله علیه و سلم خیلی سخت و طاقت فرسا بود. زیرا بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم از سوی قوم و خویشاوندان خود مشکلات بیشمار را متحمل شد، به طرف طائف برآمد تا شاید اهالی آن از او پشتیبانی و همکاری نماید، ولی برعکس آنها سختترین و دشوارترین اذیت و آزار را به او رساندند، چون آنها غلامان و اطفال خود را بر او مسلط کردند تا او را به سنگ ها بزنند به حدی که به هر دو پای مبارکشان خون جاری شد. پس او صلی الله علیه و سلم در راه برگشت از طائف به سوی پروردگار خیش چنین دعا نمود که در آن همه مفاهیم بندگی و عاجزی به درگاه رب العزت جل علا شانه جمع شده است: باری الها، تنها به نزد تو از ناتوانی، بیچارگی و خاری ام شکایت میکنم. ای مهربانترین مهربانان، تو پروردگار ناتوانان و پروردگار من هستی، پس مرا به چه کسی مسپاری؟ آیا مرا به بیگانه مسپاری که بازشتی از من استقبال میکند، یا به دشمنی که او را مالک امر من قرار داده ای؟ اگر تو از من خشمگین نباشی پس من باکی ندارم، ولیکن عفو و مهربانی تو فراختر است برای من. پناه می برم از فرود آمدن غضب و خشمت بر من به نور روی مبارک تو که تاریکی ها را روشن و امور دنیا و آخرت را اصلاح نمود. فقط رضایت و خوشنودی تو را می طلبم، چاره و قدرت جز از تو نیست. از همین جا و از قلب همه این مشکلات امتحان بزرگ دیگری خداوندی به وقوع پیوست. این امتحان عبارت از رحلت و سفر اسراء و معراج می باشد که خداوند در این سفر پیامبر خود را از همه حقایق غیبی و اسرار جهانی آگاه نمود که هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی فرستاده شده از آن آگاهی نداشتند. این نعمت برای احترام و تکریم پیامبر صلی الله علیه و سلم و تثبیت قلب او بود و تا این که ایمان و یقین و اعتماد او افزایش بیابد بر این که خداوند همیشه با او است و خداوند ضامن و نگهبان او می باشد. خداوند امام بصیری رحمه الله را خیر بیشمار دهد، چون می فرماید: در یک شب از یک حرم به حرم دیگری سفر نمودی، طوری که مهتاب از میانه های تاریکی شب سفر می کند و به ترقی و پیشرفت تا حد ادامه دادی که به جایگاه قاب قوسین رسیدی که به هیچ چشم دیده نشده است، و همه پیامبران و فرستادگان الهی در آنجا تو را مانند پیشگام مخدوم بر خادم تقدیم و به جلو قرار دادند.
در حقیقت معجزه اسراء و معراج یکی از بزرگترین معجزات و نشانه هایی است که خداوند متعال آن را نصیب پیامبر صلی الله علیه و سلم نموده است. و ما در فضای این یادبود اعتراگین برخی از درس ها و اندرس های را یاد آور می شویم که از این واقعه تاریخی بزرگ برداشت می شود. چنگ زدن به اسباب مخالف راستی توکل بر خداوند نیست، طوری که خداوند متعال برای پیامبر خود براق را مسخر و آماده نمود تا که وسیله و ابزار انتقال او در سفرش بوده باشد، با آنکه خداوند می توانست پیامبر خود را بدون وسیله و ابزار به اسراء و معراج ببرد، و با وجود آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم باور و یقین کامل و توکل راستین به خداوند داشت، مگر اینکه هنگامی به بیت المقدس رسید براقی را که خداوند در خدمتش مسخر نموده بود را بسته نمود تا به امت خود بیاموزاند که حتما باید به اسباب چنگ بزنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید آن را به همان حلقه بسته نمودم که پیامبران اسبان خیش را بسته می نمودند. امام نووی رحمه الله می فرماید در بسته نمودن براق تمسک به اسباب و احیات در امور می باشد، این امر مخالف توکل بر خداوند نیست. پس مسلمان حقیقی مانند مرد کار و تلاش می کند که گویا او را جز عملش چیز دیگری نجات نمی دهد، و مانند مرد بر خداوند توکل می کند که گویا می داند بر او جز آنچه که خداوند نوشته است نمی رسد. همین درک درست و متوازن هدف از فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که پیرامون جنگ چنگ زدن به اسباب چنین می فرماید اگر بر یکی از شما قیامت برپا شود و در دست او نهالی بوده باشد باید آنها را غرس نماید. و در حدیث دیگری پیرامون توکل نمودن بر الله می فرماید اگر شما بر خداوند به طور درست توکل نمایید هر آینه شما را چنان روزی می دهد که پرنده را روزی می دهد، چون این پرنده در صبحگاهان با شکم گرسنه خارج می شود و شامگاهی با شکم سیر و پر بر می گردد. برادری، همه پیامبران و فرستادگان الهی، انبیا و فرستادگان خداوند همه در اصول عقاید صاحب یک رسالت بودند. اگرچه در فروع شریعت و مناهج احکام متعدد و مختلف هستند، خداوند متعال می فرماید وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ترجمه: و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پیامبران برادران علاتی هستند، مادرانشان مختلف و دینشان یکی است. و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پیرامون توصیه های دگانه‌ای که در این آیات قرآن کریم وارد شده می فرماید قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترجمه: بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم، آن که چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از بیم فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم و بر کارهای زشت و نشایست آنچه آشکار باشد یا پنهان نزدیک نشوید. و کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است. باشد که خیرت ورزید و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجه که برای اصلاح باشد تا که به سن رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و هرگاه
آگاه سخن گویید پس عدالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا باشد متذکر شوید و این راه مستقیم من است پس از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از راه خدا دور می کند این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است شاید پرهیزگار شوید حضرت عبدالله ابن عباس می گوید این آیات ها آیات محکمی است که در هیچ دین و شریعتی نسخ نشده است و اینها بر همه فرزندان آدم حرام است آنها اصل و اساس کتاب می باشد کسی که با آنها عمل کند وارد بهشت می شود و کسی که آنها را ترک کند وارد دوزخ می گردد و در واقع یکی از نشانه های بزرگ قدرت خداوند این است که به فضل و کرم خود پیامبر خود را با همه پیامبران و فرستادگان قبلی خود در بیت المقدس جمع نمود تا او صلی الله علیه و سلم در نماز امام آنها باشد و همچنین همه پیامبران او صلی الله علیه و سلم را در آسمان ها استقبال نموده فرمودند پیامبر و برادر صالح و نیکوکار ما خوش آمدید این امر اذن انتقال امامت در روی زمین به پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد و در عین حال تطبیق عملی پیمان و میثاق می باشد که خداوند از پیامبران گرفته بود چنانچه می فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ترجمه و بیاد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه با شما کتاب و حکمت دادیم سپس پیامبری به سو شما آمد که آنچه را با شما است تصدیق میکند باید به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید گفتن اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم حضرت علی ابن طالب و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند خداوند از همه پیامبران فرستاده خود پیمان و میثاق گرفت که اگر خداوند محمد صلی الله علیه و سلم را فرستاد و آنها زنده بودند باید به او ایمان بیاورند و او را یاری نمایند و پیامبران را امر نمود تا از امتشان پیمان بگیرند وقتی خداوند محمد صلی الله علیه و سلم را فرستاد و آنها زنده بودند باید به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند جایگاه مسجد اقصا در ضمن مسجد حرام اسراء پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن پایان یافت و معراج او صلی الله علیه و سلم به سوی آسمان ها و سپس به سوی سدرة المنتهى از آنجا آغاز گردید همچنان آن نخستین دو قبله مسلمانان و سوم حرمین و یکی از سه مسجد می باشد که برای ادای نماز و کسب ثواب در آن بار سفر بسته می شود همین طور دومین مسجدی است که در روی زمین بنیان گذاری شده است حضرت ابی ذر رضی الله عنه می گوید گفتم ای پیامبر خدا کدام مسجد برای نخستین بار در روی زمین نهاده شده است فرمود مسجد حرام گفتم سپس کدام مسجد فرمود مسجد اقصا گفتم میان بنیانگذاری این دو مسجد چقدر فاصله وجود دارد فرمود 40 سال سپس بعد از این اگر در هر جای وقت نماز رسید نمازت را بخوان چون فضل و برتری در همان جا است ادای یک نماز در مسجد اقصا بهتر از 500 نماز در دیگر مساجد بغیر از مسجد حرام و مسجد نبوی می باشد طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید فضیلت یک نماز در مسجد حرام برابر با 100,000 نماز است و فضیلت یک نماز در مسجد من یعنی مسجد نبوی برابر با 1,000 نماز و در مسجد اقصا برابر با 500 نماز می باشد پس مسجد اقصا یک بخش غیر قابل تجزیه از مقدسات اسلامی می باشد و این مسجد در دل امت محمد صلی الله علیه و سلم جایگاه ویژه دارد و با آن دوش همه مسلمانان امانت است پس نباید در حفظ و نگهداری این امانت سهل انگاری و بکفایتی نماییم همچنین بر ما واجب است تا این مفهوم را در ذهن فرزندان خود کشت نماییم تا که نسل های آینده جایگاه و قدسیت مسجد اقصا نزد مسلمانان را فراموش نکنند اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی می دهم که جز الله واحد ولا شریک معبود دیگری نیست و گواهی می دهم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او رحمت سلامتی و برکت نازل نما برادران اسلام
در آغاز ماه اپریل هر سال همه جهان روز یتیم را گرامی می دارند، ولی آموزه های دین حنیف اسلامی ما پیش از همه سازمان ها و نهادهای انسانی به یتیم اهتمام بیشتری داده و از حقوق او دفاع نموده است، طوری که خداوند متعال می فرماید: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ترجمة: وأز تو درباره يتيمان ميپرسند، بگو إصلاح کردن کار آنان بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید آنها برادران دینی شما هستند، و خداوند تبهکاران را از درستکاران میشناسد، و اگر خدا میخواست شما را به زحمت میانداخت، براستی که خداوند توانمند و حکیم است. کسی که پیرامون این آیات مبارک فکر و تدبر نماید میبیند که تعبیر قرآن کریم به واژه اصلاح آمده است تا که شامل همه راههای رعایت و اهتمام به یتیم بوده باشد، چون اصلاح اسمی است که در ضمن آن همه انواع ضروریات یتیم شامل می شود. پس گاهی یتیم نیازمند مال می باشد و در این صورت اصلاح به معنای نیکویی و عطای مادی می باشد، و گاهی یتیم ثروتمند می باشد، پس در این صورت شاید نیازمند تربیت و تقویم بوده باشد. پس اصلاح در اینجا به معنای رعایت و تربیت است، و گاهی نیازمند کسی می باشد که برای ثروتش را تجارت نماید و یا امور کشاورزی و صنعت او را پیش ببرد. پس در این حالات اصلاح به مفهوم انجام آن عمل می باشد، و گاهی نیازمند این چیزها نیست بلکه به مهربانی و عطوفت و احساس پدری ضرورت دارد. پس اصلاح در صورتی به وجود می آید که چنین مهربانی و عطوفت برایش مهیا گردد، و گاهی اصلاح در دست و راست ساختن کج رفتاری ها و تنظیم سلوک و اخلاقش متحقق می گردد. و متون قرآن و حدیث نبوی با چنین مفاهیم عام و شامل رعایت و کفالت یتیم آمده است، و از ما می خواهد تا احوال یتیمان را اصلاح و منظم بسازیم و امور زندگیشان را مرتب نماییم. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که با یتیم خود و یتیمی که با او از نیکی و خوش رفتاری نماید و امور آن را اصلاح سازد، من و او در بهشت چنین می باشیم. دو انگشت صبابه و میانه خود را با هم یک جا نمود. همچنین فرمود: بهترین خانه مسلمانان همان خانه است که در آن یتیم است و با او به نیکی و خوش برخورداری رفتار می شود، و بدترین خانه مسلمانان همان خانه است که در آن یتیم است و با او بد رفتاری می شود. و در حدیث دیگری فرمود: من و کسی که سرپرستی یتیم خود یا یتیم دیگری را به عهده دارد در بهشت چنین می باشیم. با اون انگشت صبابه و میانه خود اشاره نمود. ای الله، مرا از جمله کسانی بگردان که سخن حق را میشنوند و از آن به وجه احسن پیروی میکنند. آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت نموده، و آنها اصحاب خرد و عقل هستند.